از رسانه ها می خواهد تا کامره هایشان را خاموش کنند. رسانه هایی که تیک دعوتنامه برای پوشش این برنامه خواسته شده بودند. روز گذشته کمیته ملی المپیک افغانستان برنامه ای را به منظور گرامی داشت از روز جهانی المپیک تحت نام کنفرانس ملی ورزشکاران افغانستان در مقر این اداره برگزار کرد. این برنامه یک هدف اصلی داشت و آن فراهم کردن زمینه گفت و شنود ورزشکاران و مسئولین کمیته ملی المپیک بود، جایی که ورزشکاران از مشکلات عدیده خود می گفتند و مسئولین آنها را یادداشت می کردند. هنوز این بخش آغاز نشده بود که دکتر حفیظ ولی رحیمی اجازه تداوم تصویربرداری به خبرنگاران را نداد. بازم خواهش میکنم مدیر خان اول از کمره کمیته ملی المپیک و دیگر تمام میدیا عزیز که رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان اجازه نداد که خبرنگاران مشکلات ورزشکاران را در این برنامه به تصویر بکشند. ورزشکارا انتقادات نسبت به این اداره، نسبت به مدیریتش، نسبت به رهبریش و نسبت به برنامه های اداره داشته باشن و کمیته ملی المپیک افغانستان نخواسته باشه که این کمی و کاستی هاشان از طریق رسانه همگانی شود. کمیته ملی المپیک افغانستان پس از حذف مجموعه تیم ملی تکواندو کشور از مسابقات المپیک جهانی به دلیل ابتلا شدن به ویروس کرونا زیر فشارهای عدیدهی قرار گرفته است. هرچند آنها توانستند توسط وایت کارت اختصاصی کمیته جهانی المپیک مجوز حضور فرزاد منصوری یکی از تکواندوکاران را برای حضور در مسابقات المپیک بگیرند.